درود به دوستان و همراهان عزیزم، به کانال راوی شب خوش اومدین. همراه من باشید تا افسانه زیبا و عاشقانه ملک جمشید رو بشنوید. راویان داستان و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار روایت کرده اند که شاهزاده ایالت زرباد هندوستان ملک جمشید برای شکار به صحرا رفت و گرفتار دزدان شد و بعد از 40 روز سرگردونی در صحرا به شهری رسید و هنگام ورود به شهر تصویر دختر پادشاه رو به دروازه آویزون دید و دلباخته اون دختر شد. وقتی داخل شهر شد فهمید که ملک فریدون پسر پادشاه در طلسم حمام بلور اسیر افغان دیو شده و پادشاه حکم کرده هر کس اون رو نجات بده دامادش میشه. پس شاهزاده داوطلب شد و به طلسم رفت و افغان دیو رو کشت و فریدون رو نجات داد. ولی وقتی به بارگاه برگشت فهمید که برادر افغان دیو که برق نام داره ملکه عالمگیر رو به تقاص خون برادرش به طلسم آصف در سرندیب برده. ملک جمشید به سرندیب رفت و به حضور پادشاه اون شهر ملک بهمنشاه رسید و فهمید پسر اون ملک داراب هم در طلسم آصف گرفتار برق دیوه. خلاصه شاهزاده در حضور پادشاه و مردم شهر به جنگ برق دیو رفت و با سختی زیاد اون رو شکست داد و سرش را از تنش جدا کرد که همون لحظه صدای مهیبی از آسمون شنیده شد و دستی ملک جمشید رو به آسمون بلند کرد و ناپدید شد. وقتی شاهزاده به خودش اومد اطرافش رو نگاه کرد و چمنزاری دید که قصر پاشکوهی پیش روش نمایان بود. داخل قصر شد و اونجا پیرزن فرتوتی رو دید که بسیار زشت و کریه بود. پیرزن خودش رو سوسن جادو و مادر افغان و برق دیو معرفی کرد و گفت که به تقاص خون سه پسرش میخواست ملک جمشید رو بکشه. ولی وقتی چشمش به اون میفته عاشق و دلباخته شاهزاده میشه. خلاصه پیرزن جام شرابی نوشید و وقتی که مست شد دست به گردن شاهزاده انداخت و لب به لب اون گذاشت و شروع به بوسیدن لبهای شاهزاده کرد. ملک جمشید دید که بوی دهن این ناپاک الانه که اون رو هلاک کنه. با خودش گفت ای پسر غیرتت چه شد تا کی شکیبایی خواهی کرد و خود را به دست این پتیار اسیر خواهی ساخت؟ چرا علاج نمی کنی؟ و همونطور که روی سینه اون ناپاک افتاده بود آهسته دست به خنجر آبدار برد و خنجر را از غلاف بیرون کشید و به سر دو کنده زانو راست شد و با قوت تمام چنان خنجر را بر جناق سینه اون حرامزاده زد که اگر به کوه می زد تا دسته بر سنگ خارا فرو می رد. اما خنجر از میونه شکست و سر مویی بر سینه اون ناپاک کارگر نشد. ولی جهان روشن پیش چشم اون پتیاره مثل شب تار شد و از جاش بلند شد و نگاهی به شاهزاده کرد و گفت ای جوان آدمی زاد، سه پسر مرا کشتی کفایت نکرد؟ حال به خاطرت رسیده می توانی مرا بکشی؟ ای نانجیب، تو گناه نداری، تقصیر از من است که تو را عوض خون سه پسرم نکشتم. حالا که چنین کردی تو را به دردی گرفتار کنم که تا قیام قیامت خلاصی نداشته باشی. القصه شاهزاده نامدار از شنیدن این حرفا برآشفت و برق شمشیر خون ریز رو از غلاف کشید و نهیب داد ای حرامزاده، چه به خاطرت میرسد؟ از دست من جان به در نخواهی برد. الان با این شمشیر دو نیمت می کنم. ولی اون حرامزاده دست دراز کرد و پیراهنش رو بالا کشید و تبل شکمش رو دم شمشیر شاهزاده داد و گفت ای جوان، بزن ببینم بازویت چقدر قوت دارد. همون لحظه شاهزاده قدم مردونگی پیش گذاشت و دستش رو با شمشیر بلند کرد
و از روی قوت شمشیر رو به طبل شکم اون ناپاک نواخت که اگر به چنار میزد دونیم میشد، ولی اصلا به قدر سر مویی نبرید و شمشیر از سه جا شکست. اون ناپاک قاه قاه خندید و گفت: ای جوان، زور بازوی خودت را دیدی؟ حال نوبت من است. بعد دست دراز کرد و تازیانه از روی تخت برداشت و قدم جلو گذاشت و تازیانه رو بلند کرد و سه نوبت دور سرش گردوند و وردی خوند و دمید و چنان تازیانه رو بر شونه شاهزاده نواخت که گویا هفت طبقه آسمون رو بر کتفش زدن. چشمای شاهزاده سیاه شد و هر قدر خواست خودداری کنه نتونست. مثل کبوتر تیر خورده بلند شد و سه چرخ خورد و از یک پهلو به زمین نقش بست و از هوش رفت. بعد از زمانی که به هوش آمد خواست بلند بشه که دید نمیتونه. به خودش نگاه کرد و دید دست و پاش سم داره و دم کوچیکی از عقبش آویزونه و دوتا شاخ از کاسه سرش رویده. درست نگاه کرد و دید شبیه بر آهوی شده. آه از جونش بر اومد و مضطربانه از جاش بلند شد و با خودش گفت: ای دل غافل، به عجب بلایی گرفتار شده ای. حال التماس کن شاید پیرزال رحم کند و از جلد آهو نجاتت دهد. و خواست سخن بگه و بگه دیگه نافرمانی نمی کنه، ولی دید صدای بر آهو میده و نمیتونه حرف بزنه. عشق از گوشه چشمش سرازیر شد و دوید و خودش رو به قدم اون ناپاک انداخت. صورت به پشت پاش مالید و مثل ابر بهار گریه کرد و پاش رو بوسید، ولی اون حرامزاده رحم نکرد و پاش رو بلند کرد و با قوت چند لگد به سر و شونه اون بیچاره نواخت و گفت: ای احمق، تا حال من بیش از هزار جوان آدمی زاد به این باغ آورده ام. هر کدام خواستن نافرمانی کنند به همین درد گرفتار می شوند و میان باغ چرا می کنند. تو هم برو با آنها چرا کن که خلاصی نداری. و شاهزاده هر قدر التماس کرد به جایی نرسید. در دل با خودش گفت: مرد شور این عشقت را ببرد که با آن همه ادعای محبت مرا شبیه آهو کردی. ندانستم اگر عاشق نبودی چه می کردی. و گریه کنان از قصر بیرون رفت و قدم به باغ گذاشت و دید از برابرش آهویی پیدا شد. چشم آهو که به ملک جمشید افتاد نعره‌ای زد و صدایی کرد که به قدر هزار آهو از چهار طرف باغ پیدا شدند و دور شاهزاده رو گرفتند. یکی شاخش می زد و دیگری دندونش می گرفت و هر کدومون رو شاخ زدند و آزارش کردند به قسمی که خون از اندامش سرازیر شد، ولی چاره ای نداشت تا وقتی که آفتاب غروب کرد و آهوها از دورش متفرق شدند. شاهزاده خودش رو به گوشه ای از باغ رسوند و با خودش گفت: ای دل غافل، این آهوها گویا همه آدمی زادند و مرا میزنند که چرا به پای خود به این زندان بلا آمدم. دیگر نمیدانند من نیامدم، این پیرزال حرامزاده مرا آورده. حال قدری بخوابم ببینم چه خواهد شد. پس رفت و پای درختی دراز کشید و هرچی که خواست قدری بخوابه از درد استخوان خوابش نبود. خلاصه اون شب رو گاهی از درد بدن و گاهی به درد فراق یار گریه و زاری کرد و به درگاه پروردگار نالید تا وقتی که آفتاب طلوع کرد و از جاش بلند شد و کنار چشمه آب اومد. دید خیلی گرسنه است، قدری علف خورد که ناگهان آهوها پیدا شدند و دورش رو گرفتند و شروع کردند شاخ زدن تا زمانی که باز شب شد و آهوها متفرق شدند. ملک جمشید با خودش گفت: کاش این پیرزال مرا کشته بود. همه این دردها یک طرف و آزار آهوها یک طرف. اگر یک روز دیگر با من این رفتار را کنند هلاک خواهم شد.
بهترین است که برخیزم، شاید بتوانم از باغ بیرون روم. خلاصه صبر کرد تا پاسی از شب گذشت و از جاش بلند شد و آهسته آهسته از میون درختا رفت، به طوری که آهوها خبردار نشدن، تا به در باغ رسید و دید بسته است. ناامید برگشت و دور دیوار باغ به گردش افتاد، شاید راهی پیدا کنه. همونطور که در دل یارب یارب می کرد، ناگهان چشمش به سوراخ راه آب افتاد. از هول جون خودش رو انداخت میون نهر آب و به هزار مشقت بیرون اومد. نگاه کرد و دید بیابونه. شکر خدا کرد و از ترس جونش که مبادا اون پیرزال خبردار بشه، یک طرف بیابون رو گرفت و دل به کرم خدا بست و مثل باد شروع کرد به دویدن. تا زمانی که آفتاب طلوع کرد چند فرسنگ رفته بود. پیوسته می دوید تا زمانی که آفتاب غروب کرد و به قدر 30 فرسنگ از باغ دور شد. اون وقت آسوده شد و پای درختی خوابید. با خودش فکر کرد ای دل غافل، بسیار بد کاری کردی از باغ بیرون آمدی. اگرچه آهوها تو را آزار می دادند، ولی آب و علف فراوان بود. حال گرسنه چه کنم؟ شاهزاده اون شب را از ترس نخوابید و پیوسته گریه کرد تا صبح شد. از جاش بلند شد و گفت خداوندا به تو پناه می برم. و طرفی از بیابون رو گرفت و مثل تیر شهاب به جست و خیز آمد. القصه سه شبانه روز توی بیابون می دوید و از ترس جونش نمی خوابید، تا روز چهارم که گرسنه و تشنه از خدای خودش مرگ طلب کرد. آفتاب گرم به بدنش می تابید و از حرارت آفتاب مغز استخوانش می جوشید. شکمش به پشت چسبیده بود و هر طرف رو نگاه می کرد شاید قطره آبی پیدا کنه. غیر از خار مغیلان و ریگ بیابان چیزی نمیدید. ظهر که شد از برابرش خامه ریگی پیدا شد. به هزار مشقت خودش رو به بالای اون رسوند و اون طرف خامه رو نظر کرد و چشمش به چمنزاری افتاد، مثل بهشت برین. تا چشم کار می کرد گل و لاله هفت رنگ از زمین رویده بود و درختان سر به فلک کشیده بودند. شاد شد و شکر خدا به جا آورد و خودش رو به کنار چشمه آبی رسوند و نفسی تازه کرد. بعد میون چمن به چرا مشغول شد و علف خورد که ناگهان دید از یک طرف صحرا گردی بلند شد و از میون گرد گله آهوی پیدا شد که عرق آلوده و هراسون به جست و خیز مشغول بودند. ایستاد و تماشا کرد تا ببینه چه خبره. دید از عقب سر این گله آهو چند سوار تیز چنگ نمایان شد که هر کدوم مثل سام نریمان به مرکب سوار بودند و تیر بر چله کمان گذاشته بودند و مثل شهاب پشت سر آهوها مرکب می تاختند و وقتی نزدیک می شدند با تیر آهوی صید می کردند و به خاک می انداختند. در حال نگاه کردن بود که دید سواران بیابون رو از شکار خالی کردند و وقتی نزدیک شدند شاهزاده دید همه سواران دخترند. تعجب کرد که اونها اهل کدوم ولایتند. صبر کرد تا درست نزدیک شدند. چشم شاهزاده بر چند دختر پریزاد افتاد که بالهای از دوششون بر اومده بود. هر کدوم مثل سرو روان و آفتاب تابان بر خونه زین مرکب سوار بودند و به جای کمند ابریشم گیسوان رو تاب داده و حلقه حلقه به اطراف خود ریخته بودند. شاهزاده با خودش گفت سبحان الله، اینها کیستند و چه میخواهند؟ و پیوسته به جمال دختران نگاه میکرد تا اینکه چشم دخترها به بر آهوی خوشخط و خالی افتاد که کنار چشمه ایستاده بود. رو به هم دیگه کردند و گفتند چرا این بر آهو ایستاده و فرار نمی کند؟ و یکی گفت گویا خیلی دویده و خسته شده.
باید او را با کمند بگیریم و به جهت ملکه آفاق زنده پیشکش بریم. در نتیجه آهسته آهسته به طرف شاهزاده نزدیک شدند و هر کدوم کمندی به سر دست حلقه کردند. شاهزاده که فهمید به قصد گرفتن اون میان خواست فرار کنه، ولی باز با خودش گفت: به کجا فرار میکنی؟ تو که شب و روز از خدا مرگ میخواستی، چه بهتر که خود را به دست این دختران ماهرو گرفتار کنی تا از خوف جانوران آسوده باشی. اگر هم تو را کشتند از غم دنیا خلاص خواهی شد. پس دل به دریا زد و به جای خودش ایستاد. هرچی که دخترها پیش رفتند دیدن بره آهو فرار نمی کنه. یکی از اونها گفت: این آهو گویا دست آموز است و از کوچکی با آدم بزرگ شده. بهتران است که از اسب پیاده شده جلو رویم و او را بگیریم. و همه یک مرتبه پیاده شدند و آهسته جلو رفتند. شاهزاده که حرفای اونها رو میشنید با خودش گفت: ای دل غافل، ملکه آفاق کیست که این پریزادان کنیز او هستند؟ بهترین است نوعی رفتار کنم که از من خوششان بیاید تا مرا به دیدار او ببرند. پس صبر کرد تا دخترها نزدیک شدند. نظر کرد و میون اون همه دختر، دختری که از همه قشنگ تر بود رو انتخاب کرد و چهار دست و پاش رو جمع کرد و بلند شد و خودش رو در بغل اون انداخت. دختر بغل باز کرد و شاهزاده رو در آغوش گرفت و شادمان شد و گفت: این بره آهو دست آموز است، ملکه آفاق بسیار خوشنود می شود. بعد همه دخترها ریختند و شاهزاده رو بغل کردند و بوسیدند و بر مرکبها سوار شدند و تاختند. دو فرسنگ که رفتند چشم شاهزاده به باغ بهشت‌آیینی افتاد که هر گونه درختان باردار سر از دیوار اون در آورده بود. دختران جلوی باغ از مرکب پیاده شدند و داخل شدند و شاهزاده رو زمین گذاشتند و شاهزاده از عقب اونها روونه شد. خلاصه شاهزاده همه جا به دنبال اونها رفت تا وسط باغ قصری دید که با قصر فلک برابری میکرد. در ایوون قصر دختران با هم گفتند: بهتران است این آهو را اینجا یک نفر نگاه دارد تا ما برویم به ملکه آفاق عرض کنیم، بعد بیاییم او را ببریم. و دختری شاهزاده رو نگه داشت و باقی داخل قصر شدند. در برابر ملکه تعظیم کردند و یکی از اونها عرض کرد: ملکه آفاق به سلامت باشد. امروز شکار بسیاری کردیم، ولی بره آهویی زنده گرفتیم که در عالم نظیر ندارد. ملکه پرسید: چگونه آهویی است که این همه تعریف می کنید؟ و عرض کردند: تا به حال بسیار آهو صید کرده ایم، ولی این آهو دست آموز است و از کسی رم نمی کند. دوباره ملکه پرسید: حالا کجاست؟ و دختری بیرون دوید و بر آهو رو صدا کرد. شاهزاده به دنبال اون روونه شد و از در تالار داخل شد و بالای تخت چشمش به جمال پریزاد دختری افتاد مثل آفتاب تابان و سرو روان که تکیه بر متکای جواهر دوز داده بود و سر تا پا لباسش غرق جواهر بود و گیسوانش رو مثل خرمن بر اطرافش آویخته بود. چشم شاهزاده به دیدن جمال اون دختر پریزاد خیره شد، ولی خیلی به چشمش آشنا اومد و با خودش گفت: من این دختر را کجا دیده ام؟ دوباره به دقت نگاه کرد و بعد از چند دقیقه یاد جهان آرای پری افتاد که در تلسم حمام بلور زندانی بود. از شادی صدایی کرد و در دل گفت: جای ملک فریدون پسر ملک نعمان در این قصر خالی است که یار خود را با این جلال تماشا کند و در قدمش جان بسپارد. شکر که او را دیدم، اگرچه زبان ندارم، ولی نوعی رفتار می کنم شاید مرا بشناسد. پس خم شد و زمین رو بوسید و شکر خدا به جا آورد. جهان آرا که دید بر آهو خم شده و زمین رو میبوسه، ایستاد و قاه قاه خندید و خوشش اومد و رو به جانب دختران کرد و گفت:
این بره آهو را که در برابر من تعظیم کرد معلوم است از طایفه پریزاد یا آدمیزاد کسی تربیت کرده. خوب است با خود رامش گردانم تا مشغولیتی باشد. شاید قدری دلم بگشاید و رفع قصه و اندوه هم بشود که نزدیک است بمیرم. شاهزاده که حرفای اون رو شنید در دلش گفت: معلوم است جهان آرا دردی دارد که این همه اظهار قصه می کند. باید او را مشغول کنم، شاید مرا بشناسد. پس به جانب تخت دختر روونه شد و نزدیک رسید و پا به تخت گذاشت و بالا رفت و کنار دست جهان آرا خوابید و سرش رو به زانوی اون گذاشت که صدای خنده دختر بلند شد و گفت: به جان خودم قسم که من تا به حال چنین آهویی ندیده ام. او همراه شما بوده و مرا ندیده. حالا همه شما را گذاشته و نزد من خوابیده و سرش را در دامان من گذاشته. بعد بغل باز کرد و آهو رو در آغوش کشید. شاهزاده پیش دستی کرد و خودش رو در بغل دختر انداخت و دختر شاهزاده رو تنگ در آغوش گرفت و شروع کرد سر و صورتش رو بوسیدن. شاهزاده با خودش گفت: بهتر است از جانب ملک فریدون نیابت کنم و جهان آرا را ببوسم و ثوابش را به روان ملک فریدون نثار نمایم. پس لبهای خودش رو چون قنچه گل جمع کرد و بر لبهای مثل عقیق اون ماه رو گذاشت و چند بوسه از لبان دختر برداشت. دختر تعجب کنان خیره خیره به شاهزاده نگاه کرد و گفت: ای کنیزان، دیدی ناهو چه کرد؟ من او را بوسیدم، او هم لبهای مرا بوسید. و بعد لب به لب آهو گذاشت و دوباره بوسید. کنیزان دیدند که آهو هم لبهاش رو جمع کرد و ملکه رو بوسید. قاه قاه خندیدند و گفتند: ملکه، بر سر مبارک شهبال شاه قسم چنین آهوی بازوقی در همه عالم پیدا نمی شود. کسی که او را تربیت کرده بسیار زحمت کشیده. و جهان آرا آهو رو مثل جان شیرین در آغوشش کشید و گفت: ای کنیزان، بزمی بیارایید که امیدوارم این آهو چند روزی رفع قصه و اندوه مرا بنماید. اگرچه می دانم عاقبت این درد مرا خواهد کشت، ولی چند روز مشغولیت مقتنم است. کنیزان گفتند: امیدواریم بعد از این مانند پیش شب و روز بیتابی نکنید و آرام گیرید. و دختر گفت: درد من چاره ندارد، مگر آنکه یا بمیرم یا ملک جمشید بیوفا پیدا شود و دوای درد من نزد اوست. تا او پیدا نشود من آسوده نخواهم شد و از این درد نجات نخواهم یافت. بعد گریه بسیار کرد و از این گریه جگر شاهزاده کباب شد و با خودش گفت: ای دل غافل، این دختر چرا چنین گریه می کند؟ مگر غیر از من باز هم ملک جمشید نامی هست؟ اگر مرا می گوید که من با او قراری نداده ام که در شهر پریزاد نزد او روم، یقین ملک جمشید دیگری قرار بسته. کاش می فهمیدم این دختر عاشق جمال کدام ملک جمشید شده که از عشق او گریه می کند. من که زبان ندارم و نمی توانم از او بپرسم. پس زمانی فکر کرد و وقتی سر خودش رو بلند کرد دید جهان آرا هنوز گریه می کنه. بلند شد و سر پیش برد و با زبون اشک‌های جهان آرا رو پاک کرد و صورت به صورتش مالید و لبهاش رو بوسید و مثل پروانه دورش چرخید. خب دوستان عزیزم، قسمت دهم افسانه ملک جمشید رو هم به پایان میبریم. انشاءالله شبهای بعد ما بقی ماجرا رو مفصلن با هم میشنویم. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و حتما نظرتون رو برام بنویسید. تا شب بعد و ادامه این قصه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.